این دو درخت پیش از زلزله کاملاً به هم چسبیده بودند. حالا شکافی به عمق 10 متر ریشه هایشان را هم از یکدیگر جدا کرده. اینجا نقطه است که شکست گسل در زلزله کرمانشاه به کمترین عمق از سطح زمین رسیده. مهرداد سنگ سفیدی کارشناس لرزه‌نگاری است. توی عمق 18 کیلومتری زمین شکست آغاز شده و به سمت جنوب شرق شکست حرکت کرده تا به تقریبا همین مناطق که 6-7 کیلومتری شمال سرپل ذهاب میشه. به عمق 3 کیلومتری زمین رسیده. باید قدری بالاتر برویم. اینجا ارتفاعات 1500 متری در شمال شهر سرپل ذهاب. احتمالاً درباره نقش کوه‌ها در کاهش اثرات زلزله‌ها تصوراتی دارید و مطالبی شنیدید. تصاویری که الان می‌بینیم شاید این تصورات شما رو به هم بریزه. متخصصان میگویند کوه‌ها هیچ نقشی در جلوگیری از وقوع زلزله ندارند. اصولاً زلزله در جایی اتفاق می‌افتد که گسل وجود داشته باشد. حالا این گسل اگر در منطقه کوهستانی باشد میتواند زلزله زا باشد، اگر در مناطق دشت هم باشد باز هم همین اتفاق خواهد افتاد. رامین قاسمی کوهنورد اهل سرپل ذهاب است. او و دوستانش اولین کسانی بودند که با این پدیده کم نظیر مواجه شدند. من بارها و بارها این کوه آمدم، منتها وقتی آمدیم این صحنه رو دیدیم واقعا عجیب بود. یعنی کوهی با این صخره‌های بزرگ عین هندوانه‌ای که بزنه زمین ترک برداشته بود، خاشخاش شده بود. شکاف اصلیش بالای 30 متر که با چشم دیده نمیشه. مراقب باشیم زیر پامون خالی هستش. حالا زمین شناسان میگویند این عوارض گسل نیست، بلکه حاصل فعل و انفعالات اطراف گسل اصلی در عمق زمین است. نوعی زمین رانش که در اثر جابجایی های عظیم درون زمین اتفاق افتاده. گاهی مثل این اتفاق اخیر در اثر زلزله و حرکت های خیلی سنگینی که بهش وارد میشه، چون شیب داره و لایه بالایی سسته، لایه بالایی لغزش پیدا میکنه در به سمت پایین. در مرکز لرزه‌نگاری کرمانشاه فهمیدیم زلزله 7.3 ریشتری اخیر بزرگترین زمین لرزه تاریخ زاگرس از شمال غرب تا جنوب غرب ایران بوده. بله، بزرگترین زلزله‌ای که در این بخش از کشور تا کنون اتفاق افتاده روی گسل زاگرس. از این زلزله تا امروز بیشتر از 1300 پس لرزه به ثبت رسیده. مؤسسه ژئوفیزیک میگوید این رقم زیاد است، اما غیر عادی خیر. کارشناسان درباره برخی شایعات هم اینطور پاسخ می‌دهند. هیچ نوع انفجاری، هیچ نوع تأثیر بشری نمی‌تواند چنین انرژی را در اون منطقه در لایه‌های زیرزمین آزاد بکنه یا ایجاد بکنه. ایران در 100 سال اخیر 15 زلزله با قدرت بیشتر از 6.5 ریشتر را تجربه کرده. در این زلزله‌ها دست کم 117 هزار نفر جانشان را از دست دادند. متخصصان میگویند همه ادعاها درباره پیشبینی وقوع زلزله یک دروغ محض است، اما پیشگیری از خسارت‌های آن حرف دیگری است. پس تنها راه مطمئنی که میمانه برای کاهش تلفات و کاهش خسارات ساخت ساز اصولیه. این دو درخت دیگر هیچگاه به هم نخواهند رسید، اما خانه‌های خراب شده میتوانند دوباره آباد و برای اتفاقات آینده مقاوم شوند. صابر چهری، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.